سلام و درود دارم خدمت تمامی هموطنان عزیزم، فارسی زبانان در سراسر گیتی. سعادتی است که فرصتی شد هفته دیگه در خدمت شما باشم. همینطور تشکر دارم از جناب بهبانی و همکارانشون در تلویزیون میهن. فرصتی است که عرایزی رو خدمتتون داشته باشم. من قصد دارم صحبت هام رو در دو زمینه امروز در واقع پیگیری کنم. قسمت اول بحثم رو که فکر می‌کنم بیشتر قسمت بحث امروزم باشه اختصاص میدم به همین قضیه روح الله زن، اما سعی میکنم از در واقع جنبه دیگه‌ای به مسئله زن و این پدیده زن اصلا نگاهی داشته باشم. و در قسمت پایانی صحبت‌ها و عرایزم هم قصد دارم یک مقدار به ورزش ایران بپردازم، یک نگاه اجمالی و کلی به وضعیت ورزش کشورمون داشته باشم، چون بنده معتقد هستم که وضعیت ورزش ارتباط مستقیم با وضعیت سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی کشور ما داره. بنابراین اجازه میخوام که ابتداعاً با مسئله هفته، قضیه روح الله زم شروع کنم. خب در مورد سوابق روح الله زم و پیشینه ایشون به هر صورت روحانی زاده بودن ایشون و اینکه پدر ایشون از مقامات حکومتی بوده صحبت زیاد شده. فکر میکنم کسانی که پیگیر مسائل سیاسی و اجتماعی کشورمون هستن به هر صورت با پیشینه روح الله زم میگانه باشن. بنابراین بنده بیشتر به در واقع کارهایی که او در این مدتی که از کشور خارج شده بود میپردازم. اولا اینکه ببینیم چرا کسانی مثل زن اینقدر سریع در واقع رشد میکنن و چهره میشن در خارج از کشور. یک مقدار زیادی از این در واقع برمیگرد به همون سیستم درونی کشور که یک سیستم استبدادی است. وقتی که در کشوری جریان آزاد اطلاعات، گردش آزاد اطلاعات وجود نداشته باشه، طبیعی است که مردم بسیار تشنه دانستن پشت پرده ها خواهند شد. مردم ابعاد و زوایای تاریک و پنهانی میبینن و طبیعی است طبیعت انسان به سمت دانستن هست، به سمت کشف در واقع نادیده ها هست. به این خاطر است که افرادی مثل زم دانسته یا ندانسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، در واقع انگشت روی همین ظرافتی که در طبیعت انسان هاست میگذارن، یعنی قسمت های ناشناخته رو در واقع نوری بر تاریکی های اون قسمت سعی میکنن بتابونن. اما خب ایشون در این کار، خب همه کسانی که پیگیر برنامه روح الله زن بودن متوجه شدن که ایشون به دروغ‌ها، گزافه‌گویی‌ها و صحبت‌هایی که واقعا هیچ ارتباط دقیق و درستی با هم نداشتن، بعضا مبالغه در حتی دزدی‌ها، فسادهایی که در جمهوری اسلامی است که در هیچ کدوم از شهروندان کشور پوشیده و پنهان نیست، ایشون با یک در واقع یک مبالغه، یک زبان مبالغه سعی میکرد اینها رو بیان کنه. و خب برای بسیاری از مردم که با فرض کنید با اعداد و ارقام، با اینکه مثلا 1 میلیارد چقدر هست، 10 میلیارد چقدر هست و تفاوت این مبلغ ها رو خیلی به صورت عینی نمیتونن در واقع دریافت کنن، این چیزها به صورت ممکن بود خیلی جالب و هیجان انگیز باشه. این اصولا روشی که حالا اگر بشه اینها رو و امثال روح الله زم رو ژورنالیست یا روزنامه نگار دونست، چون من واقعا خیلی اکراه دارم در این که شغل شریف روزنامه نگاری و ژورنالیست رو به اینها اطلاق کنم، خصوصا اینکه دیدیم بعد از الان بعد از این قضیه مفقود شدن یا ربایشش بعضی از این ادمین هاش واقعا آمدن و صحبت میکنن. حقیقتا بعضیشون حتی از ساده ترین مسائل دستور زبان فارسی هم بی اطلاع هستن، حتی از تلفظ ساده ترین کلمات زبان فارسی هم عاجز هستن. بنابراین بنده یک مقدار با در واقع احتیاط این لفظ رو استفاده میکنم که به اینها لقب روزنامه نگار یا ژورنالیست بدم. اما اجالتا به هر حال اون کاری که اینها عرضه میکردن این در حوزه سایبر ژورنالیسم هست، یا همون روزنامه نگاری الکترونیکی یا اینترنتی از طریق شبکه‌های اجتماعی خبررسانی کردن یا اعلان وبسایتی تشکیل بدن و از طریق وبسایتشون کار خبری انجام بدن. و به طور کلی روزنامه نگاری در واقع جنجالی بود، نه روزنامه نگاری متکی به تحقیق احیانا، نه روزنامه نگاری متکی به کار خبری کسب خبر از طریق در واقع تحقیق یا از طریق کارهای میدانی، بلکه بیشتر
به سمت جنجال، ایجاد جنجال، دروغ‌های بزرگ و در نتیجه هیجان زده کردن شنوندگانش. و خب عرض کردم به همون دلیلی که مردم معمولا گرایش زیادی هم به دانستن پشت پرده ها دارن، طبیعی بود که میشد پیش بینی کرد از همون آغاز کارش که ایشون در واقع مخاطبین بسیار رو هم جذب خواهد کرد. حالا من دیگه کار به اون آمار و ارقامی که در مورد فرض کنید که چند میلیون فالوور بود در شبکه‌های اجتماعی واسه تلگرام ایشون و جای دیگه که ایشون در واقع ارائه اخبار اطلاعاتی کرد، این داستان سرایی ها و در واقع دروغ های بزرگ تنها و تنها به دلیل همون بسته بودن جریان آزاد اطلاعات در کشور ما بود. شما ببینید در کشورهای فرض کنید صاحب دموکراسی مثل هم انگلستان که بنده زندگی می‌کنم، اگر ده ها صد ها هزاران شایعه بسازید خیلی بعید هست هیچ کدوم از این شایعه ها واقعا تبدیل به قضیه روز مردم بشه، هیچ کدوم گوش شنوایی پیدا کنه در شنیدن اون. به دلیل اینکه ساختار دموکراسی و آزاد بودن جریان اطلاعات به صورتی است که مردم خود به خود و به طریق تجربی اعتمادشون به رسانه‌های رسمی هست. حالا رسانه‌های رسمی که عرض می‌کنم نه اینکه صرفاً رسانه‌های دولتی، نه، بسیاری از رسانه‌های اینجا در واقع خیلی تعداد معدودی هستن رسانه‌های دولتی. به عنوان مثال در همین بریتانیا تنها رسانه دولتی که بودجه‌اش رو از دولت می‌گیره و نه اینکه دولت فرض کنه خط و مشی براش تعیین کنه، تنها رسانه دولتی همون بی بی سی هست که در واقع بریتیش برودکاستینگ سنتر یا مرکز خبرپراکنی بریتانیا است. اون تنها شبکه‌ای است که من می‌شناسم که از بودجه دولتی در واقع ارتزاق می‌کنه. یا سایر کانال‌ها فرض کنید اسکای و بقیه، اینها هم شبکه‌های خصوصی هستند و کمپانی‌های افرادی به هر حال مالکیت اینها رو دارن. هر زمین بود که در کشورهایی که صاحب جریان آزاد اطلاعات هستند که این فقط و فقط در سایه دموکراسی حاصل میشه، قوت گرفتن شایعه خیلی چیز دور از ذهن است. بنابراین اصلا جامعه به این سمت نمیره، افراد به این سمت نمیرن که سعی کنن شایعه سازی انجام بدن. دلیل اینکه میدونن مسائل اینجا به هر صورت شفاف هست، روزنامه‌نگارانی هستن که کارشون مرتبا رفتن به دنبال مسائل و گزارش دادن است، به طریق قانونی قانون هم از اونها حمایت میکنه که شفافیت ایجاد کنن در سطح جامعه. وقتی شفافیت در سطح جامعه وجود داشته باشه دیگه نیازی نیست که در واقع مردم احساس کنن که چیزهای از اونها پنهان نگه داشته میشه. وقتی که مردم بدونن که اخباری که از رسانه‌های اصلی به خانه‌های اونها میاد اخباری است واقعی، از خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی در واقع اینها صادر میشه که قابل اعتماد مردم هستن، کسانی هستن که در رسانه‌ها کار میکنن، اون رسانه‌ها دارای اعتباری هستن، به این صورت بازار شایعه خود به خود بدون اینکه در واقع سیستمی در بر علیه اون کار کنه یا بخواد از اون جلوگیری کنه، این خود به خود در واقع از بین میره. بارها دیدم خود این مسئولین جمهوری اسلامی حتی قبل از این قضیه زن، چون در کشور ما مرتبا شایعات در زمینه‌های مختلف از بهداشتی و پزشکی و علمی و صنعتی و اقتصادی و سیاسی، هر زمینه که تصور کنید، حتی در مورد مرگ افراد چنین شایعاتی گسترده میشد و خیلی سریع دامن زده میشد در سطح جامعه و تبدیل میشد به که در واقع واقعیت دروغین باید گفت، این چیزی واقعیتی که حقیقتی در اون نیست، در دهان مردم میگشت به عنوان یک واقعیت در حالی که حقیقتی در این امر نبود، چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود. علت این دقیقا همین هست که مردم اعتمادی به رسانه ها، تنها در حال حاضر تمام رسانه های موجود در کشور ما، رسانه های داخل کشور، تصویری ها در واقع صدا و تصویر، اینها تمام در اختیار دولت هست. جاهای بخش خصوصی وجود داره که در واقع روزنامه نگاری هست و اونها هم که میبینیم با این سانسور شدیدی که وجود داره، دادگاه های مختلفی که اینها رو با کوچکترین مطالبی تحت تعقیب قرار میدن و تحت سانسور قرار میدن و زیر تیغ سانسور دارن، اونها هم محدودیت های بسیاری دارن در انجام فرض کنید که کار روزنامه‌نگاری تحقیقی. در چنین فضایی که گردش آزاد اطلاعات نیست، طبیعی است که خیلی از اخبار دروغی میتونه برایتی به صورت شایع در بیاد و تمام کشور رو فرا بگیره، از هم رو فرا بگیره. بنابراین این مسئله زن و پدیده زن در واقع بر دوش همین بسته بودن جریان اطلاعات ناشی از غیر دموکراتیک بودن سیستم سیاسی کشور ما بود، دلیل اصلی مطرح شدن افراد مثل زن. یعنی اینها نه واقعیت این است، نه سواد سیاسی آنچنانی داشتن، نه حتی آدم های آگاه و هوشیاری بودند. زمانی که
سرانجامش هم گواه بر همین مسئله هست. برای اینکه اصلا در واقع آگاهی سیاسی آنچنانی داشتن. در یک موقعیت خاصی قرار گرفتن و همونطور که عرض کردم گوشهای شنوا برای شنیدن شایعات و این مسائل بود، به دلیل که تصور میکردن که این داره از پشت پرده ها خبر میده. حالا اخباری هم بعضا میداد که از پشت پرده ها که درست بود. مسئله اصلی این بود که یک سری افراد در داخل حکومت شروع کرده بودن به تسویه حساب با هم و این آقا شده بود بلندگوی اونها. پس کنید خانواده لاریجانی و قصد داشتن بزنن طرفداران احمدی نژاد، اونها یک سری اخبار کانالیزه میکردن به سمت ایشون و ایشون هم اونها رو برصورت با همون مبالغه ای که اون راویان خبر بهش میدادن، ایشون هم اونها رو میداد به در واقع عرضه میکرد به جامعه و به مخاطبینش. و برعکس کسانی بودن میخواستن فرض کنید که باند احمدی نژاد و رحیم مشایی رو مورد حمله قرار بدن، دوباره باز از کانال ایشون استفاده میکردن. ایشون خودش به نظر میاد که واقعیت اینه که جهتگیری خاصی نسبت به هیچ کدوم از این جناح ها نداشت و بیشتر همون کار جنجالی و اینکه فالوورهاش بیشتر باشن و مخاطبینش روبروش باشن، همین ظاهرا ارضا کننده در واقع نیات او بود از بعد رسانی و اینکه تبدیل میشه به هر صورت چهره شاخصی، فرد جاه طلبی بود. قطعا این رو میشه گفت تمامی فعالیت هاش، حرف هاش، حرکاتی که انجام میداد، ما تماما حکایت از این داشت که ما با یک آدم بسیار جاه طلبی روبرو هستیم که قصد داره در واقع نامی برای خودش دست و پا کنه در میان رسانه اپوزیسیون و شاید اصلا جریان پیوستنش به معترضین، به معترضین به حکومت، خارج شدنش از کشور و به صورت پیوستن به نوعی قسمتی از اپوزیسیون شاید بشه گفت، چون بنده حقیقتا ایشون و امثال ایشون رو به هیچ عنوان به عنوان اپوزیسیون واقعی نمیتونم بپذیرم و قابل قبول نیست برام. افرادی که خیلی وابستگی های شدید و غلیظ دارن به داخل حکومت، کسانی که در سمت های کاری در داخل حکومت بودن، در بخش عقیدتی ارزمی نیست که هر کارمند دولتی شامل این بشه، نه کسانی وابستگی های عقیدتیشون در نهادهایی و در سازمان ها و اداراتی که حضور در اونها لازمش داشتن یک پشتوانه عقیدتی وابستگی عقیدتی به حکومت هست، به چنین کسانی اولا بسیار بسیار دشوار میشه اعتماد کرد. و بعد من در مورد همین خود فرض کنید آقای تبرزوی هستن که ایشون به صورت سوابقش رو همه میدونیم. ایشون خانواده شهید هست، دارن یکی دوتا برادر شده، بیشتر من دقیق اطلاع ندارم، شهید شدن در جنگ. ایشون خب یک آدم بسیار افراطی و کنترل بود، میشه اون رو با فرض کنید انصار حزب اللهی که امروزه در داخل کشور مدتی فعالیت میکردن و با حجاب مردم کار داشتند و امر به معروف نهی از منکر در خیابان، ایشون یک همچین چهره بود در گذشته در اون انجمنهای اسلامی دانشجویی و در مراکزی که وابسته به حکومت بود در درون دانشگاه. خب ایشون را بعد سالهای بعد هیچ کس منکر این نیست که انسان ها میتونن دچار تحول فکری بشن، ابدا بحث این رو نداریم. ایشون بعد سال برگشت از حکومت، حالا گفته میشه که چندین سال هم زندان برای ایشون بریدن و ایشون در زندان بود، اینها همه شنیده هاست و افراد ما هیچ دلیل عینی، حداقل خود بنده که پیگیر هم بودم در سطح رسانه ها و غیره، هیچ دلیل عینی ندیدن که آیا ایشون واقعا به چه محکوم شد و چقدر از محکومیت رو شسته کرد اینها. اما این رو باید بدونیم که این آقایون اینها نمیتونن حالا که از حکومت جدا شدن داعیه فرض کنید که رهبری اپوزیسیون رو داشته باشن. اینها میتونن حد اکثر اینه که به اپوزیسیون بپیوندن و در واقع تحت فعالیت های اپوزیسیون اینها هم یک قسمت از کار رو که احیانا بهشون ارجاع میشه، اما به هیچ وجه نمیتونن حالا بیان از اونجا بریده و رانده شدن حالا بیان و بخوان که اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو خصوصا در بحث فعالیت های اجتماعی به دست بگیرن. خب هم این صلاحیت نیست. حالا اون رو که از خودم خوب الله از خودم با همین در واقع روان بحث شخصیتش رو بسیم کنم. هیچ عنوان ایتون رو من عضوی از اپوزیسیون بزیرم. زن چه بوده چه فرق باید دقیقا هممون فکر کنیم. واقعیت بسیار بسیار در این سعی میکرد به
مردم اطلاع ما برای ما بسیار بسیار اخلاق مخدوش بار جهت اخلاقی کنند با اسم حاکمت نمکردن تمرکز مبارزات مکنهای اسلامی می کنند به مردم ارائه می کنند بارسی که این خوش هستند مخاطیات لازم در سر که رسانه های خارج از کشور که بار بحث مبارزات 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 انجام بشه مخاطیات جلب کنه متاسفانه این چیز حاصل نمیشد با وجود زن و امسال گروه مدرسی خارج از کشور در مورد نحوه دستگیری ما با کلی میس انفورمیشن و دیس انفورمیشن اشاره به دو مقام می کنم اینها با هم به نوعی قاطی می کنم این جاهایی که در واقع اطلاعات غلط از روی آگاهی و مورد غلط خودت یا بوده یا این سابقات می شود اطلاعات آگاهی های مادارست اما دیس انفورمیشن در اینجا از کنیدیتی پشت اقرائه این اخبار و اطلاعات این هم در خالص حقوقی سازمان های در واقع پراکندن اخبار نادرست برای رسیدن یک طرف خاص برای اخبار خودم برای ما خواهی نتاجی در این زمینه هم ما با مسئولیتون این اخبار غلط برد از مسئولیتون دارم و هم با دس اینفورمیشن اخبار نادرست که نیتی توسط کنسان که زن رو دست دارم حکومت جمهوری اسلامی مثلا در مورد حالا نحوه کارکردی و سیستم داخلی حکومت این همکاران که اطلاعات ما هم داشتیم زن شخصیت کسانی که در حلقه اطراف بودن بسیار اختلاف بودن و حتی خودشون در مسئله صحبت میکنن اینها در واقع میس انفورمیشن هر کس اما دیس انفورمیشن این چیزهایی است که خیلی واضح نیست که خودش رو دید این چیز هم توسط دولت فرانسه تحویل گرفته شده در حالی که خود همکار زان به عنوان نیمه بعد از ظهر جمعه این شوهرش رو دیده که برای وقت من دیدم حتی بگید تنوازی فرانسی در عمان تحت اردن بوده این هم ارائه کرد این حال حتی بعضی هم من عبد و سیلیت رژیم و دولت فرانسه کرده در حالی که اگر کوچکترین اطلاعی از سازوکار قانونی در کشورهای اروپایی ما داشته باشیم این مسئله بسیار عظیمی میتونه باشه عوارض بسیار عواقب بسیار خطرناکی برای دولت فرانسه داشته باشه اگر چنین چیزی واقعا از پرده بیرون بیفته میتونه موضوع سقوط دولت فرانسه باشه برای این مسئله راحت میام در روح الله تاخت زدی در دولت آزادی اون آقای رویانی باشه فرانسه یا اون دلخواه کاری باشه مسائل اندی در واشنگتن که واقعا واحدی دارن که در نیتشون در حسن نیتشون تردیدی ندارن اینها رو میس انفورمیشن یا اخبار غلط در واقع میتونم عرض کنم شما اون چیزهایی که به عنوان نمونه از دستی همین نکته صادر
مثلا مشخص هست برای حتی فرقی رو در ارتباط کسانی که سعی دارن از طریق منبع روایاتش راننده هست، راننده نه راننده. ایشون میگن چه نوع ادمینی بوده که این همه تاکید داره، این همه در واقع مرتب استفاده میکنه کلمه راننده رو نمیتونه درست تلفظ کنه، چه نوع ادمینی بوده شما؟ ایشون الان میگه که راننده گفته که بله والا زن رو بردن در سفارت فرانسه، ایشون ناپدید شده دیگه بیرون نیومده. یعنی چیزی تقریبا یک مشابه سازی مثل جریان قاشقچی. در حالی که عرض کردم کسی که کوچکترین اطلاعی از ساز و کار قانونی در کشورهای اروپایی داشته باشه میدونه یک کار غیر قانونی به این بزرگی، تحویل دادن یک پناهنده که طبق قوانین بین المللی کنوانسیون ژنو یا هلسینکی و اینها تحت حمایت دولتی است که به او پناهندگی اعطا کرده، پس دادن چنین کسی به کشور خودش، اون هم در قضیه فرد مثل روح الله زن، عواقب دولت فرانسه داشته باشه در صورتی که چنین چیزی در واقع حتی کوچکترین سرنخی ازش بیرون بیفته. و عرض کردم چون جریان آزاد اطلاع در کشورهای و کشورهای دموکراتیک وجود داره، چیزی که پرده پنهان نخواهد ماند. یا دولت فرانسه چنین کاری کرده باشه تردید نداشته باشه به زودی خبرنگاری هست که در این زمینه تحقیق خواهند کرد و در واقع تطریق دولت فرانسه چنین کاری کرده باشه. من بسیار بسیار بعید هست واسه دولت فرانسه حاضر بشه چنین خبتی رو انجام بده که عرض کردم میتونه به راحتی کابینه آقای مکرون رو ساقط کنه و حتی میتونه تعدادی از وزرا احتمالا مقامات بالادستی رو که در این قضیه اگر وجود داشته باشه به راحتی به زندان بفرسته. مسئله ساده نیست که ما همچین تصوری کنیم که دولت فرانسه اومده و روح الله زن رو فرض کنیم معاوضه کرده. نه، تمام اسناد و شواهدی عرض کرد و نزدیکترین فرد به روح الله زن که خانمش هست حاکی از این هست که ایشون بلیط گرفته به عراق. اما خب خانمش بنده خدا در صورت یک خانم خانه‌دار هست و به هر حال روح الله هم یک آخوندزاده هست و زنها در برصورت خانواده روحانی ها غالبا اینجور هستن، چند تا نقشی در زندگی و در واقع سکنات شوهرانشون ندارن، اون جو مرسالاری سنتی معمولا حاکم هست در این خانواده ها. مضافه به اینکه احتمال زیاد خود این خانم مهسا رازانی همسر رو بازن ایشون احتمال زیاد خودش هم واقعی به حضور در صحنه اجتماعی و سیاسی اینها نداشته، بنابراین ایشون خیلی در واقع میتونه منبع قابل اعتمادی باشه در زمینه اینکه چه اتفاقی افتاده. ایشون معتقد از یعنی معتقد که نه، ایشون دیده و میدونه که شوهرش بعد از ظهر جمعه با بلیط عراق در دست از طریق خطوط هوایی اردن پاریس رو ساعت 4:25 دقیقه 4:30 بعد از ظهر به مقصد عمان پایتخت اردن و از اونجا بعد از حدود 50 دقیقه ترانزیت و توقف کوتاه مدت به سمت بغداد ترک کرده. یعنی رسیدن روح الله زم در بغداد احتمال 99% یک واقعیت هست، یعنی انجام شده این کار. و ایشون دیگه به صورت 24 ساعت از ایشون بیخبر بوده، یعنی از در واقع صبح شنبه که روح الله زم ساعت آغاز بامداد شنبه ساعت 1 شب که روح الله زم وارد بغداد میشه، چون از ترانزیت اردن هم عکس فرستاده واسه در واقع همسرش، از اون یک حدود یک بامداد روز شنبه تا 24 ساعت یعنی تا در واقع آغاز این ساعت روز یک شنبه از ایشون بیخبر بوده. که این احتمال زیاد با توجه به این مسائلی که بی بی سی گفته از قول یک منبع در واقع موثق در داخل دولت عراق، که معمولا تجربه شخصی خود بنده هست که بی بی سی هر موقع از یک منبع موثقی در جای صحبت می‌کنه این اون خبر بسیار بسیار قابل اعتماد هست. استثناها رو کنار بگذاریم، معمولا بی بی سی وقتی که از قول یک منبع موثق نقل کنه تجربه شخص خود بنده میگه که به احتمال بسیار بسیار زیاد اون خبر صحت داره. بنابراین میشه تصور کرد که بامداد در واقع روح الله زم از همون روز شنبه بامداد شنبه تا بامداد یک شنبه در اختیار در واقع نیروهای امنیتی عراق بوده و اینطور که گفته میشه روز پنج شنبه یعنی قبل از یک روز قبل از اینکه روح الله زم پاریس رو ترک کنه ایران از دستگاه اطلاعاتی ایران یا همون اطلاعات سپاه پاسداران از
در واقع دستگاه اطلاعاتی عراق از دولت عراق خواسته که چنین فردی رو که داره میاد در وارد کشور شما قرار بشه به دلیل اینکه ویزا گرفته، این رو توقیف کنید، این رو بازداشت کنید. و این بازداشت در فرودگاه صورت گرفته و من حدس میزنم که اون تماس تلفنی کوتاهی هم که خانمش میگه در واقع با من صحبت کرد، اما خیلی حالت به هر حال رسمی تری صحبت میکرد، نه خیلی خودمانی و خیلی کوتاه بود، گفت من حالم خوبه، احتمالاً هنوز روح لازم نمیدونسته که قرار تحلیل نیروهای ایران داده بشه. تصورش این بود که شاید در همون عراق مثلا سوال و جوابی ازش بشه یا نه، یا مثلا دادگاهی براش تشکیل بشه یا چیزی. اما اینجور که گفته میشه دولت عراق اون بعد از مدتی در واقع منتظر شدن برای نیروهای امنیتی ایران که برسن اون رو تحویل داده میشه، همون احتمالاً حوالی بعد از ظهر یا شب در واقع یک شنبه و دوشنبه هم که تقریبا اوایل صبح بود که ساعت 8-9 بود که تلویزیون جمهوری اسلامی اون زیرنویس رو زد و بعد هم فیلم ایشون رو در واقع بعد از دستگیری و با چشم‌بند نشان داد. مسئله ایران من خودم توجه کردم در همون روز دوشنبه اخبار وبسایت مشرق نیوز رو در واقع نگاهی می‌انداختم. همون روز دوشنبه حجت الاسلام طائر، حسین طائر مسئول آلمانده مسئول اطلاعات سپاه، ایشون در مرز شلمچه بود، عکس های هم از ایشون منتشر شد. بنده حدس تقریبا قریب به یقین دارم که حضور ایشون در مرز شلمچه بی‌دلیل نبوده، احتمالا جهت تحویل گرفتن و تسهیل در واقع روند عبور دادن قله زن از مرز بوده و خودشون در مرز حاضر بوده به همراه نیروهای تحت امرش و رولازم رو از نیروهایی که در عراق و از بغداد اون رو در واقع حمل کردن تا مرز شلمچه، احتمال زیاد اون رو تحویل گرفته و به تهران منتقل کردن. اما روایت های دیگه‌ای که در این میان آمده عرض کردم اینها ها رو از به این که منبع خبر از روی ناآگاهی داره اینها رو اظهار میکنه یا با قصد و نیت از طریق همون کسانی که در واقع عوامل دستگیری روح الله اعظم هستن، بستگی به اینها میتونه میس انفورمیشن باشه، اطلاعات غلط از سر ناآگاهی باشه، یا دیس انفورمیشن باشه، اطلاعات غلط هدفدار و جهتدار باشه. این که حالا تحویل سفارت فرانسه شده یا میگن در خود عراق ایشون رفته داخل سفارت فرانسه و دیگه بیرون نیومده، ارتباط دادنش با دولت فرانسه مطلقا قابل قبول نیست، عملیات پیچیده و عملیات فریب و اینها وجود نداشته، به راحتی از درخواست کردن از دولت عراق میدون در عراق هم وضع چجور هست، عملا تمام قسمت های در واقع حساس و اساسی کشور به نوعی زیر چنبره جمهوری اسلامی و خصوصا سپاه پاسداران و سپاه قدس قرار داره. اول چیز خیلی در واقع یک کار روتین هست واسه اینها انجام چنین کاری. درخواست فرستادن روز پنجشنبه چنین فردی ویزای کشور شما گرفته داره میاد و اینها هم دستگیر کردن و تحویل دادن. این که چطور در واقع رد ایشون رو زدن و سایر مسائل، حالا غیر از بحث سفارت عراق، من بیانیه خود سفارت پاسداران هم که در مورد دستگیری ایشون میدیدم اشاره داره به 2 سال کار اطلاعاتی. خب این 2 سال تقریبا میشه مصادف با همون زمانی که بعضی از این آقایونی که امروز دارن میان در رسانه ها و خودشون رو دوست زن معرفی میکنن و در مورد چند تون فعالیت هاش میخواستیم اسپانسر هستیم یا میخواستیم میشینیشون که این آقای نیکفر همیشه قرار بوده یک کاری بکنه، قرار بوده پولی بده، هنوز هیچ کدوم از اینها ندیدن که ایشون چیزی به هر صورت ازش صادر بشه، پولی نه هزبیده، همیشه ایشون میخواسته یک کاری بکنه برای روح الله. همون قضیه در واقع ویزای استرالیاش که ظاهرا این بنده خدا رفته بود اونجا با خانواده‌اش و مورد تمسخر مقامات سفارت استرالیا هم قرار گرفته. و به اساس ایشون از 2 سال پیش در حالی که من خاطرم هست اولین بار که ایشون مصاحبه میکرد، الان در این خاطرم شاید با بی او ای بود که هم خود ایشون بود و هم زن بود، اومده بود در واقع بگه که روح الله بعد از اون قضیه مستندی که جمهوری اسلامی ساخت ایستاد پایان دروغ، ایشون به عنوان شاهد روح الله توسط ظاهرا به خواست خود روح الله اعظم آورده شد که در واقع شهادت بده بر حرفایی که روح الله اعظم میزنه. ایشون اون موقع میگفت که من آدم سیاسی نیستم، من مطلقا کاری با مسائل سیاسی نداشتم، من به روح الله هم گفتم که من آدم سیاسی نیستم. حالا سوال اینجاست شما که آدم سیاسی نیستی چطور با تمام این فعالین قسمت خاصی از فعالین سیاسی ایرانی مرتبط هستی؟ چطور هست شما
دلبسته فخرآور میشی، چطور هست شما دلبسته روح الله زن میشی، شما اگه آدم سیاسی نیستی که نباید گرد مسائل سیاسی و کاری با افراد و شخصیت های سیاسی داشته باشی، الا اینکه معمولیت رو شما داده شده باشه، الا اینکه چیز شما خواسته شده باشه. یا کسی که در واقع علاقه بسیاری این هستن، علاقه به مسائل سیاسی ندارن، کاری با تحولات سیاسی کشور اهمیت نداره واسهشون، اونا اصلا زندگیشون میکنن، کاری هم ندارن، اصلا بسیاری از این افراد و شخصیت های هم که من اسم میبرم اونها نمیشناسن. اما شما چطور هست که در واقع مرتب پیگیر همین افراد رسانه ای که در صفحه به صورت اپوزیسیون نامیده میشن، اینها هم پیگیر کار اینها هستی، به دنبال ایجاد ارتباط با اینها هستی؟ نظر من این همون تاکتیکی است که سالهای سال شاید یکی از قدیمی ترین روش های اطلاعاتی باشه، اون چیزی که بهش میگن تروجن هورس یا همون اسب تروا، یعنی پیدا کردن کسی از درون اون حلقه فردی یا افرادی که مورد هدف هستن، پیدا کردن یک نفر از اونها و در واقع ساختن با او برای کسب اطلاعات از درون این قلعه، و یا اینکه فرستادن یک نفوذی به داخل این قلعه از بیرون. حالا بستگی داره که بر صورت چه امکاناتی به این دستگاه اطلاعاتی پا بده، حالا ممکنه کسی از بیرون در واقع وصف کننده اینها، به نظرم در این مورد از تروها از بیرون در واقع تعذیب شده، چون روح الله از ایران که خارج شد دارای یک حلقه گسترده افراد در اطراف خودش نبود، مثل مصطفی از اون مرد شاپور و اختیار بودشون، یک نخست وزیر سابق بود و یک جمع کسیری از سیاسیون ایران در اطرافش بودن، باش در ارتباط بودن، اما رو لازم به نوعی خودش بود و خودش بود و خانوادش از طریق فعالیت های سایبری و اینترنتی هم که معمولا فعالیت های انفرادی و مجزا از هم هستن، شما نیازی نیست که افراد زیادی در بلحاظ حداقل فیزیکی در اطراف باشید و گرد هم باشید، معمولا همون تماس های آنلاین انجام میشه. بنابراین این ارتباطی که با ایشون گرفته شد هم از طریق آقای نیکفر هم همون دو سال پیش بود و به صورت زن رو وعده های زیادی بهش داده ایشون، اسپانسر بشه و تلویزیون بزنه و چنین بکنن چنان، اما خروجه اینها بعد از دو سال هیچ چیز ملموسی نبود. من خاطرم هست در همون صحبت تلویزیونی که این سه نفر داشتن به اتفاق، زن فخرآور و همین آقای نیکفر و در واقع قضیه ایستگاه پایان دروغ، آقای فخرآور میگفت که ایشون یک بار به من زنگ زد، روش در واقع طریق آشناییشون رو میگفت، و به من زنگ زد گفت که این طریق آیت الله چنین است که چنان است، بسیار خوب است. و حالا ایشون که به نظر نمیسته آدم اهل مطالعه ای باشه، حداقل هر کسی که پای صحبت ایشون 5 دقیقه بشینه میتونه هم نظر باشه با من، ولی کتاب آیت الله احتمالاً حالا نشه جلدش خوب بوده، کاغذش کوالیتی خوب داشته، کی بوده که چشمشون رو گرفته، کتاب رفیق آیت الله خیلی خوب، من 5 تا از این میخوام. آقای فخرآور میگه دوباره بعد از مدتی دوباره با من تماس گرفت، نه آقا من اصلا 500 تاش میخوام، حالا مثلا انگار داره میخواد فرض کنید شلوار جین بخره، حالا میخواد یک پارتی بزرگتر بخره، حالا خوبه بیشتر بخرم، و بعد دوباره مجددا تماس میگیره یه 5000 تاش میخوام. جوری میشه که فخرآور بلند میشه میره استرالیا، در واقع اکمال ازام برای هم انجام معامله کتاب 5000 جین، خب عددی است واسه هر ناشری، واسه هر نویسنده حالا بسیار مصرف بخش است. نهایتا این که فخرآور میگه حتی یک جلد هم از من نخرید، این وعده وعده وعده. و خب حضور ایشون در اینجا هم بسیار بسیار حضور مشکوکی بوده و هست، الان هم خود ایشون به نوعی خودش رو وارث این آمد نیوز و روح الله زن میدونه، روح الله زنی که هنوز بر صورت زنده هست اما در بند هست، ایشون خودش الان وارث در واقع آمد نیوز میدونه و میگه من بسیار متعجبم که اینهایی که میان در رسانه ها اینها از کجا میان. باید از ایشون پرسید آخه شما مگه سواد در واقع فنی و تکنیکی کامپیوتر داری؟ شما مگه سواد در واقع کار روزنامه نگاری داری که خودت رو وارث آمد نیوز میدونی؟ خب اینها کارهای فنیش با همین آقایون انجام میدن، مثل آقای مازیار که به نظر من به نظر میاد که صداقت بیشتری داره، البته خود در حرفای ایشون هم به نظر میومد که بعضی گزافه‌گویی ها یا صحبت های به قصد بزرگ کردن زن یا گروه خودشون بود، اما کلیتش اینه به نظر من آدم صادق‌تری بود نسبت به بقیه، حرفهایی که میزد منطق محکم‌تری پشتشون بود، با واقعیات موجودی که ما در مورد این قضیه داریم همخوانی بیشتری داشت. و اون خانم شیرین نجفی هم که همون خط اتهام به سوی در واقع دولت فرانسه رو پیش می‌برد، این یک دیسینفورمیشن است که قطعاً به اینها گفته شده که شما در واقع انگشت اتهام رو متوجه فرانسه بکنید، کار رو انجام دادن و الان هم دولت فرانسه رو متهم می‌کنن. از یک طرف هم آیت الله سیستانی رو در واقع این چوب رو متوجه چندین جهت کردن، در حالی که خودشون یک کار آدم ربایی غیر قانونی انجام دادن. و
برای شستن دست های دولت عراق هست، اما خب مسئله به این بزرگی و این واضحی با این مدارکی که هست و این بلیط هایی ها به راحتی قابل پیگیری هست. یک کیس بسیار ساده پلیسی هست، پلیسی امنیتی هست، هر در واقع مامور امنیتی یا هر پلیس خیلی ساده و در واقع میان رده میتونه در عرض چند روز حد اکثر کل این پرونده رو روشن کنه و روی میز بگذاره. اسناد و مدارک فقط کافی از افرادی که بودن در تماس با روح الله زن، تماس های تلفنی و غیره بسیار بسیار به در واقع روشن شدن قضیه کمک کرده و چیزی پنهان وجود نداره. اما خطی که حکومت ایران پیش میداره عرض کردم، در واقع تومشون ظاهرا آیت الله سیستانی بوده و حالا بعدشون هم نمیاد که این تومه رو که قرار دادن یکی مقدار هم در این جهت در جهت بدنام کردن آیت الله سیستانی هم که همه میدونن خیلی روابط حسنی با جمهوری اسلامی ایران نداره. از طرفی به صورت ما میدونیم ماهیت جمهوری اسلامی جوریست که یک مرجع تقلید گردن کلفت رو در مقابل رهبری خودشون اصلا نمیتونه بپذیره. حالا وجود آیت الله سیستانی رو در واقع تحمل میکنن. آیت الله سیستانی هم نشون داده که اصلا در واقع سر و سری و سر سازگاری و تعظیمی با این حکومت جمهوری اسلامی نداره. حالا یک روابط از هر دو طرف میشه گفت بی‌محلی و کم محلی، اما در این حال حفظ احترام همدیگه بین اینها رایج هست و این گونه روابط بین خود آخوندها تعریف شده هست. در واقع هر دو طرف میدونن که چه در واقع مندیات قلبی نسبت به همدیگه دارن. شاید برای بعضی از مردم که از دور نگاه میکنن برداشت ها جور دیگه باشه، اما خود اینها خود میدونن در واقع چشم دیدن همدیگه رو ندارن، میخوان سر بتن اون یکی باشه و بعدشون نمیاد. در این هیروی به هر صورت یک ربطی هم این مسئله مفقود شدن زن رو، چون خودشون میدونن که به هر صورت از جنبه انسانی بسیار آزادنده است برای هر کسی، برای هر انسان آزادی دزدیده شدن یک آدم، خصوصا آدمی که به هر حال مرد یک خانواده هست زن و بچه داره، آزار دهنده است. برای اینها بعدشون نمیاد که این قضیه رو ربط به آیت الله سیستانی و بیت آیت الله سیستانی یا افراد پیرامون بیت آیت الله سیستانی بکنن. و از طرفی هم دولت فرانسه هم خودی که مسلمه، خود زن رو که واضح بود از هنوز کار زن به اتاقهای بازجویی کشیده نشده، در همون جایی که در واقع خیلی سردستی ازش سوال جواب کردن، چون اون نمیشه گفت بازجویی هم، در واقع بازجویی هم اصلا شرایطی داره، ایشون خیلی راحت خودش آمادگیشو نشون داد از لحظه اول که هیچ چیز پنهان رو نخواهد گذاشت، همه چیز رو خواهد گفت. پس کنید که به قضیه اون فرد بسیجی حزب اللهی که در سوریه مدافع حرم بوده به قول خودشون محمد حسین رستمی، قضیه اون رو که سریع بیرون انداخته و بعد میاد روح الله زن طبق اون چیزی که به هر صورت بهش منتقل کردن و باید بگی، بله من در بحث اعتماد به دولت ها، دولت فرانسه، دولت اسرائیل، دولت فلان، دولت بهمان، خب دولت فرانسه چه کار باید برای تو میکرد؟ حفاظت از جانت رو که در کشور خودش به عهده داشتن، دیگه نمیتونن که دستبند و پابند به تو بزنن که سفر نکنی. خودش هم البته بهتر از همه میدونه اینها رو، ولی خب در صورت خط فکری، خط تاکتیکی کسانی که او رو در بند کشیدن این هست که دولت فرانسه رو هم در وسطی این قضیه به نوعی بنوازند و بگن که بله اینها آدم فروشند و اینها روح الله زن رو با ما تاخت زدن، چیزی که بسیار 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 دور از ذهن هست و من به هیچ عنوان نمیتونم بپذیرم که یک دولت دموکراتیک اروپایی چنین کاری بکنه. این من میندازه به یاد این قضیه فتح الله گولن ترک، در واقع شاخصترین فرد اپوزیسیون اردوغان هست در خارج از کشور. ایشون البته خب یک چهره مذهبی هست، مقام روحانی هم در همون سلسله مراتب روحانیت سنی ترکیه داره. ایشون در امریکا ساکن هست و گویا در یک امارت بسیار مجللی هم زندگی میکنه. این آقای جیمز وولزی که رئیس CIA بود، این شهادت در دادگاه در ارتباط با اون قضیه مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پرزیدنت ترامپ در اوایل روی کار آمدن ترامپ، که این مایکل فلین مشاور امنیت ملی بود، این آقای جیمز وولزی در واقع دادگاه شهادت داد که ایشون من رو دعوت کرد یه جایی این مایکل فلین و به ما گفت که چون این آقای مایکل فلین از ظاهرن بعدی دریافت پول یا یک مشاورت مالی از ترک ها گرفته بود و گفت به من گفته بود که ما بیایم و این فتح الله گولن رو که اون هم اتفاقا به عنوان یک پناهنده سیاسی در امریکا زندگی میکنه بگیریم و تحویل ترک ها بدیم. یعنی در سطح سران این تصمیم گرفته شده ترک ها برای این فتح الله گولن رو استرداد شخوان باشن.
و بالاترین مقامی که در جریان گذاشته بودن آقای مایک فلین بود، از قبل از اینکه به دبیر شورای عالی امنیت ملی برسه، موقعی که در کمپین انتخاباتی بود در واقع آقای ترامپ. در اون موقع مایکل فلین رو که میدونستن در دولت ترامپ پست کار گرفت، باش به هر حال زد و بند کرده بودن و وعده های مالی رو گفته بودن چنین کاری کنید. این آقای جیمز وولزی موقعی که شنیده بود که جنرال فلین همچین چیزی حتی در کله داره، ریخته بود از اتاق. یعنی اصلا حاضر نشد بشنوه که مبادا این مسئله به دادگاه بره و من اونجا به عنوان حتی شاهد حضور داشته باشم. از اون که مسئله اینقدر حساس هست، این به راحتی اگر چنین چیزی رو دولت فرانسه انجام داده باشه، به راحتی باعث سقوط دولت فرانسه خواهد شد، به راحتی باعث سقوط دولت مکرون و به زندان رفتن تعدادی از مقامات دولتش خواهد شد. و این چیز بسیار بسیار بعیدی است از نظر من انگشت اتهام به سمت دولت فرانسه اثر ناآگاهی و نشناختن سازوکارهای سیاسی و قانونی در کشورهای دموکراتیک اروپایی هست. این مسئله منتفی است. این خطی است که از کردن دیس اینفورمیشن است که خود اطلاعات سپاه بسیار علاقمند هست که در واقع این رو رایج بکنه. اما چیزی هم که جالب بود برای من نحوه در واقع تعامل این گردانندگان آمد نیوز با هم دیگه است. اینها اصلا هر کدام یک دستور کاری برای خودشون دارن و ظاهرا بسیار مایل هستن که هر کدومشون خودشون رو یل این میدان نشون بده و هر کدومشون مایل هست که همه در واقع امتیازات رو برای خودش کسب کنه. این هم به هر صورت جای اون داره که کسانی که اهل مسائل روانشناختی و این مسائل علاقه من هستن یک نگاهی هم به این مسئله داشته باشیم که چه در واقع نیروی پشت همچین افرادی هست که حاضر هستن این همه انواع و اقسام هم دروغ ها، اطلاعات غلط و تهمت ها رو به هم دیگه بزنن، برای اینکه حالا مثلا این چه جایگاهی در سطح افکار اون یا در سطح همون رسانه‌ای که وجود داره به دست بیارن. این کلا چیزی بود که در مورد روح الله زن و مسائل پیرامون اون مایل بودم خدمتتون عرض کنم. اما همونطور که عرض کردم قسمت کوتاه‌تر بحثم رو میخوام یک نگاهی بکنم به وضعیت ورزش در کشورمون طور کلی. چون در ابتدای صحبت هم عرض کردم خدمتتون، از نظر من ورزش از اونجایی که یک پدیده بسیار گسترده و ریشه‌دار اجتماعی هست، به نوعی میزان الحراره یا دماسنج وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور هست. وضعیتش به سامان بودنش، بر روی ریل بودنش نشان دهنده در واقع بالانس و تعادل و درستی کار جامعه و روند درست جامعه هست و برعکس. خراب بودن وضعیت ورزش کشور هم معمولا و بسیار بسیار موارد حاکی از این هست که اون کشور، اون سیستم سیاسی یا به صورت اجتماعی از ریل خارج شده، در مسیر صحیح حرکت نمی کنه. ببینید اولین بحثی که در این در واقع مدت وجود داشت در مورد ورزش ایران همون قضیه حضور بانوان در ورزشگاه. تو این بالاخره در بازی با کامبوج یک تعدادی رو آوردن، الان من دقیقا اطلاع ندارم، اما در مورد مسابقات قبل از این خاطرم هست که پس کنید در والیبال ابتداعا قرار بود که بانوان حضور پیدا کنن. چند سال پیش آمدن یک تعداد از کسانی رو که در واقع خودی های اینها بودن، بانوانی که خودی های دستن در کاران فدراسیون بودن، اینها رو پیدا کردن آوردن. و اتفاقا میدم که این آقای وینفرد شفر که سرمربی آلمانی استقلال بود مدتی، ایشون هم به همین نکته اشاره کرده در گفتگو با یک روزنامه در واقع فکر می‌کنم آلمانی شاید، دقیقا خاطرم نیست، یا خبرگزاری خارجی به اصطلاح اروپایی، ایشون هم همین رو گفته. گفته یکی از گرفتاری‌های من با فیفا این هست که من به مسئولین فیفا گفتم شما چنین چیزی رو از اینها خواستید و اینها هم میرن در حد آخر یک تعداد زن و دختر از افراد مورد تایید خودشون، یک تعداد از کارمندان میگم فدراسیون ها، کسانی که به صورت شغل دولتی دارن مجبور هستن تا به اینها باشه، اینها رو برمی‌دارن میارن میشونن به جای مردم واقعی و بانوان واقعی و بانوان سطح جامعه ایران و شما رو فریب میدن. این نکته بسیار جالب اشاره کرده بود. اما متاسفانه چیزی اتفاق افتاد که خیلی هم البته برای من واقعیت اینه که به صورت سورپرایز نبود، به صورت غافلگیری نیومد، اینکه اینها به نوعی تونستن با فیفا یک زد و بندی در این مسئله بکنن، نسیخ به سوز نکبابی در واقع پیش ببرن. متاسفانه فیفا بارها نشون داده که سیستم فاسدی داره در این، و این فسادش چند سال پیش هم بیرون افتاد در مورد فرض کنید اعطای میزبانی به قطر با توجه به شرایط آب و هوایی
که قطر داره، جمعیت کمش و اینکه اصلا ورزشگاه آیا پر میشن نمیشن. اصلا قطر هیچ گونه صلاحیتی برای اینکه جام جهانی رو داشته باشه از به لحاظ امکانات و سخت افزار عرض نمیکنم. به لحاظ اینکه از کشور بسیار کوچک بسیار حرارت بالایی داره در تابستان که جام جهانی برگزار میشه، یه چیز بسیار بسیار بعیدی بود که قطر در شرایط عادی با رأی اون کسانی که صاحب رأی هستن برای تعیین میزبان جام جهانی رأی بیاره. اما زد و بندها و فساد و پولهای زیر میزی که رد و بدل شد در زمان ریاست آقای بلاتر، میزبانی رو دادن به قطر. اولین کشوری هم که در واقع پرچم رو بالا برد که آقا اینها در واقع با طریق ناسالم این کار رو انجام دادن، ظاهرا انگلستان بود که ابتدا صداش در واقع آنچنان که باید به گوش نرسید، اما بعدها شاکیان بیشتری پیدا شدن و این قضیه از پرده بیرون افتاد، به طور تعداد زیادی از مقامات فیفا در کنفدراسیون‌های آفریقا و کنکاکاف یا اون آمریکای جنوبی و مرکزی و شمالی اینها به زندان افتادن. خود آقای بلاتر حکم زندان گرفته که الان نمی‌دونم فکر کنم شاید در مرحله فرجام‌کاری یا چیزی مثل این باشه. میشل پلاتینی از در واقع پست‌های مربوط به فوتبال برای فکر کنم دائم انفصال دائم پیدا کرد و بسیاری زیر تیغ رفتن، اون هم از طریق فشارهایی که در واقع دادستانی نیویورک آورد، چون در ارتباط با جلساتشون ظاهرا در نیویورک برگزار میشد و شاکیان به سیستم قضایی امریکا شکایت کرده بودن. وگرنه اگر در خود مقر فیفا که سوئیس هست میخواستن چنین کاری بکنن، احتمالش زیاد بود که این رو هم ماستمالی بکنن. به طور کلی سوئیسی ها نشون دادن آدم هایی هستن هم بسیار صلح‌جو، کما اینکه دیدیم این طرفی سوئیس در جنگ های جهانی و اینکه کشوری است که بر صورت بانک هایی داره که همه هر کسی از قاتل و جنایتکار و سیاستمدار و دزد فاسد همه میتونن پول هاشون رو با امن و امان اینجا نگهداری کنند و اتفاقی نیفته. این خصلت به نوعی در مردم سوئیس هست، مردمی هستن بسیار مسالمت‌جو، حالا نمیان خطر کنن که فرض کن خیلی گلاویز بشن با جمهوری اسلامی. این آقای جانی اینفانتینو هم واقعا سلف صالح اون آقای سپ بلاتر هست و ایشون هم همچین رویه رو در پیش گرفته، نمایندگان فرستاد به ایران، خودش هم قبلا ایران حضور پیدا کرده بود، با مقامات فدراسیون و مقامات ورزشی ایران دیدار، حتی با آقای رئیس جمهور با حسن روحانی هم دیدار داشت و این به یک در واقع مسامحه ای تن داده، یک روش موازی طرفین انتخاب کردن. اون چیزی نیست که حق حضور بانوان رو در کشور ما به تمام و کمال ادا کنه، ولی امیدوارم به صورت این جنبش اجتماعی که در داخل کشور پیش از اینکه حتی فیفا وارد این مسئله بشه همچین جنبش اجتماعی رو خود زنان و بانوان عزیز کشور مطرح کرده بودن، اگر احیانا نارسایی در میان می‌بینن همچنان تلاش کنن در این راه صداشون رو در واقع بالا ببرن و حق کامل حضور در استادیوم ها هم در بازی های خارجی و بین المللی و هم در بازی های داخلی خودمون برسن. این باید با فشار خود مردم داخل کشور در واقع بقیه اون حل بشه. فیفا بعضی ها تا همین حد رو بیشتر برای ما انجام نداده. اما منظورم این بود که این سطح آشفتگی که در ورزش ما وجود داره مختص به این مسائل نیست. شما بین این وزیر ورزش همین آقای وینفر شفر هم گفته که اینها بسیار بسیار سیاسی هستن و گفته که در ایران سیاسی ترین فوتبال ایران هست، به طوری که شما اگر در ورزشگاه ایران علیه فرض کنید وزیر ورزش رئیس فدراسیون شاه بودی، این یک مسئله سیاسی امنیتی محسوب میشه. این هم خیلی جالبه، مسئله است که یک خارجی مدت خیلی طولانی هم در ایران نبوده، اون هم در واقع به این مسئله واقف شده و بسیار این آشفتگی که در ورزش ایران به وجود اومده یک مقدار زیادیش متوجه شخص همین آقای وزیر هست. مثل بقیه وزرای آقای روحانی ایشون هم یک آدم امنیتی است، اینها به صورت دیدشون به تمام این جاهایی که کار میکنن حوزه کاریشون شده در وزارتخانه ها همون دید امنیتی که داشتن، بخاطر اون کار تربیت شدن و در اون زمینه ها کار کردن. و بعد وضعیتی که در واقع در ارتباط تیم ملی فوتبال ایجاد شد، تیم ملی میدونیم بعد از اون تغییر و تحولی که اتفاق افتاد و اینها همه از خود وزیر گرفته تا زیر دستان شورای و تلویزیون و اینها همه به در واقع هم صدا و هم نوا شدن تا بخاطر کارلوس کیروش رو موفق شدن از تیم ملی ایران به نوعی بیرون کنن. با مربی جدید اینها بازی اولشون رو بازی دومشون رو در واقع بعد اینکه کامبوج رو 4-0 بردن، در بازی سومشون بازی اول هم با هنگ کنگ 2-0 برد. حالا به بحرین باختن. حالا
آمدن و دوباره در این بحرینی ها به سرود ملی توهین کردن، موقع پخش سرود صدا کردن و این صحبت ها، این ها بحث مسائلی است که در فوتبال همیشه وجود داشته و داره. ما در همین اروپا مرتب میبینیم، خصوصا در ایتالیا، توهین های نژادی، نژادپرستی علنی، پرتاب موز برای بازیکن های سیاه‌پوست، صدای میمون در آوردن برای بازیکن های سیاه‌پوست. این ها مسائلی است که در فوتبال وجود داره. بازیکن های فوتبال که نباید در واقع بیگانه باشند، مسائل صحیح نیست، نمیخوام از این مسائل دفاع کنم، اما متاسفانه جزئی از ورزش فوتبال است، چون فوتبال ورزش همگان هست. فوتبال بسیار متفاوت است از تنیس. فوتبال طرفدارانش از همه قشری هستند. خاطر این مسائل هم بحث در ورزشگاه ها بعضا وجود داره. به هیچ وجه این نمیتونه دلیل باخت باشه. ما مسئله که من در این مورد خواستم در واقع بهش بپردازم، این مسئله فرهنگی حاکم بر ورزشکاران ما هست. من بازی استقلال پرسپولیس رو که حالا این داربی تهران معروف هست، حالا من اینم این لفظ دربی رو تو ایران مد کردن، این داربی هست، درست هست دربی نوشته میشه، اما کلمه درستش داربی هست، از این داربی شعر انگلیسی داربی هست. این بازی استقلال پرسپولیس رو میگم واقعا مطلقا بار فنی نداشت. این بازی در حد یک بازی محلیات بیشتر بار فنی نداشت. من به اصطلاح فوتبال جذاب ارائه شد، من شور و شوقی برمی‌انگیخت کار این دو تیم، اما در این حال تا بخواد یقه‌گیری بود و خشونت بود و فحاشی بود و این به فرهنگ حاکم بر فوتبال ایران یک بار دیگه در داربی متاسفانه به نمایش در اومد. اون آقایی که در کنعانی زادگان، حالا اسمش رو میارم، معنیش نیست که من رنگی هستم یا ایان از دپرسپولیس متقاشم، این کنعانی زادگان همون کسی است که در بازی با بازی ایران ژاپن در واقع عامل اصلی باخت ما به ژاپن به نظر من همین کنعانی زادگان بود. با این ذهنیتی که اینها از دقیقه اول در واقع با داور کلنجار میرن به جایش نسبیدن به بازی خودشون، و به نظر من این نگاه ورزشکاران ما در همه رشته ها نسبت به داوری دارن، این هم از توی دنیا به تبلیغات شبانه روزی حکومت که تمام دنیا رو نسبت به ما دشمن نشان میده، روحیه دشمن ساز، دشمن پرور، روحیه‌ای که جز در واقع کشوری جیعیان بقیه ملل دنیا رو دشمن ایران میدونه، چیزی یک باور، رواج یک باور بسیار بسیار غلط به مردم ایران در سطح جامعه. و نتیجه شما در زمین فوتبال ورزشکاران همین که به میدان میان از همون دقیقه یک فکر میکنن داور قرض و مرضی داره. بارها و بارها دیدیم هیچ کدومی در داوری وجود نداره. تیمای ما بازنده میشن، اما بازنده حتی مطبوعات و رسانه ها هم از دلیل در اونها کمک میکنن، یعنی دامن میزنن به این مسئله. در حال در ورزش اون هم در سطح بالا و در سطح حرفه ای یک اعمال به داوران و احمال تضییع حقیقی که از طرف مسائل مربوط به گذشته امروزه که واقعا مسائل بسیار بسیار نادر هست. معمولا اشتباهاتی هم اگه صورت میگیره صرفا اشتباه در واقع فنی است، اشتباه بصری داور هست، در فوتبال اشتباه جایگیری داور هست. الان که دیگه با سیستم وی ای آر در واقع بسیاری از مشکلات هم حل شده، اما منظورم این هست این موجی که 24 ساعته مردم تحت در واقع اخبارش هستند، دشمن ساختن تمام دنیا و تصور ایجاد این تصور در ذهن ایرانیان داخل کشور که تمام کشورها و ملل دنیا بدخواه ما هستن، دشمن ما هستن، این نتیجه که این وقت ورزش کنه ما میره بزنیم از همون آغاز باید تصور میکنه که داور در واقع قرضی داره بر علیه او، به جای انجام بازی خودش، به جای پرداختن مسائل فنی بازیه، تماما در واقع توجهش متوجه داور هست و اینکه که داور اعتراض کنند خود داور میگردن به این به او توهین بکنند. خب اینها در جامعه ملت های آسیا باید هم نصف کنید هنوز هم اینها درست نگرفتن. دوباره در بازی استقلال پرسپولیس کنند دوباره همون وضعیت حاکم شد، اما باز کنند دوباره باز این بار یک موجی در جریان داربی تهران ایجاد کرد و اتفاق خوب فحاشی گذارن به هست مراحت شد. تماشاگران ما نباید همراهی کنن با چین بازی کنن، تماشاگران ما نباید تحمیل کنن این زده فرهنگ رو، بازی کنن ما نباید با چین تصویر نسبت به داور وارد میدان بشن. این دیگه در قرار بسید این مثال در اکثر حل شده، داور مرجع نهایی بازی است. بسیار بسیار به این تصدر که بالی که داوری دلیت نمیدن داوری تصویرش کار کنن است حالا که بی ای آر اومده بره
قبل از اصلا بدون اینکه هیچ دلیل عینی وجود داشته باشه، صرفا به خاطر پیش‌داوری یا پیش‌فرض ذهنی شما، ما تلفات دادیم در این زمینه. ما تیم ملی مورد جام ملت‌ها به خاطر این ذهنیت واقعا بیمار باید گفت. حتی این مسئله ما در والیبال هم می‌بینیم. در والیبال که ورزشی است که برخورد فیزیکی در وجود نداره، بارها دیدم مسابقات والیبال تیم ملی کشور خودمون، بعضی از بازیکن‌ها دائم پای میز با داور و رها نمی‌کنن. حالا گاهی شما شاید باید من کافی هستید یک مسئله رو خیلی کوتاه منطقی آرام داور گوشزد کنید، چون برای هر چیزی داشته باشه و احیانا یکی از تصمیماتش اشتباه باشه، اما اینکه شما دائم به جای پرداختن به بازی خودتون، به جای تمرکز داشتن بر روی بازی، تمام توجهتون معطوف داور باشه، در واقع اصلا ابدا دیگه در امروز ورزش دنیا واقعا پذیرفته نیست. این گونه حرکات رو مثلا در والیبال از کردیم، فوتبال یک مقدار ورزش برخوردهای تن به تن فیزیکی در اون زیاد اتفاق میفته، در والیبال چنین چیزی بسیار بسیار عجیب هست. من متاسفانه عرض کردم این همان ذهنیتی است که به ما القا شده. 24 ساعت این رسانه های دولتی دارن به مردم تلقین میکنن که تمام دنیا هست، تمام دنیا علیه شما هستن. این فرهنگ بسیار منحطی است. اما در مورد وزن برداری هم خواستم یک اشاره بکنم، چون کشتی و وزن برداری جزو در واقع ورزش های پهلوانی ما بودن از قدیم، بسیار نزد ایرانیان جایگاه والایی دارن. متاسفانه کشتی ما هم مثل بسیاری از ورزش های دیگه به قهر مظاهرن دستاوردش از مسابقات جهانی اخیر فقط یک برنز بوده، کشتی آزم، جایی که ما روزگار نشندان دور اول قدرت دنیا بودیم در زمینه کشتی. کشتی که بخشی از فرهنگ ماست، فرهنگ ما ممزوج با کشتی و ورزش های پهلوانی. ما انواع و اقسام کشتی های سنتی رو در اطراف اکناف کشورمون داریم، در خراسان، مازندران، خوزستان، جاهای دیگه. حتی ما در کشتی هم دچار عقب گرد شدیم. حالا علاوه بر مسائل بودجه و مسائل تحریمی، این روند رو به عقب ورزش ما مدت هاست شروع شده. هیچ وقت اوضاع مرتب و درستی نداشت ورزش ما، خصوصا بعد از حضور انبوه سرداران سپاه در ورزش ما، خصوصا فوتبال رو که به نوعی میشه گفت به نابودی کشوندند. این باشگاه ها و باشگاهداری چه حیف و میل ها، چه بریز و بپاش ها و بخور بخور ها شد در فوتبال ایران، همش هم از طریق همین کانال های آقایون سپاهی. یا در وزن برداری فرض کنید که کمیته ملی المپیک، یک آقایی بود که اون هم دارای ارتباطاتی بود با اطلاعات، در واقع مقامات اطلاعات خودش ظاهرا یک مقام امنیتی بود پیشتر، آقای کیومرث هاشمی. ایشون بعد از سالها کرسی ریاست کمیته ملی المپیک رو ترک کرد، این دفعه یکی از وزرای سابق آقای صالحی امیری از افراد امنیتی که توسط آقای روحانی به کابینش آورده شد، یعنی دولت آقای روحانی که دولت امنیتی هاست، بگیم که در همگان در واقع واضحه. این آقای صالحی امیری هم به عنوان یک آدم سابقا امنیتی، یک آدم امنیتی، البته همیشه امنیتی است، حالا آقای سابق دیگه در اون پست امنیتی است، اما به هر آدم امنیتی بوده و هست. ایشون رو به صورت به ریاست کمیته ملی المپیک گذاشتن و ما یک قهرمان جهان المپیک داشتیم و داریم، آقای کیانوش رستمی، وزن بردار خوبی بود، در المپیک لندن و المپیک ریو هم موفق بود، مدالای طلا و نقره اونها گرفت. ایشون اصلا کل فدراسیون اینها رو رها کرده، نه به تمرین ها، نه به مربی، نه به هیچ چیز، سرپرستی فدراسیون در واقع دهنکجی کرده و مدیران مستعسل کمیته ملی المپیک فقط در سودای اینکه ایشون احیانا بتونه مدالی بیاره تا کارنامه مدیریتی فضاحت بار آقایون رو یک جلایی بده،
اینها همیشه کارنامه مدیریتیشون رو همین جور در واقع بزرگ نمایی میکنن. کافیست حالا یک مدالی از جایی به دست بیارن که اینها بتونن این کرسی رو چندین سال دیگه هم نگه دارن. کمیته ملی المپیک برخلاف تمام اصول ضوابط پذیرفته شده حتی در سطح دنیا آمده، وقتی که فدراسیون حاضر نشده این آقا رو در واقع عنوان عضوی از تیم ایران بپذیره، اینها آمدن و تمام هزینه های این آقا رو تقبل کردن و به او اجازه دادن که در واقع به خودسری هاش ادامه بده تا بتونه بدون مربی با دهنکجی به همه همتیمی هاش بدون حضور در اردو به صورت انفرادی و ظاهرا زیر نظر برادرش تمرین کنه. این آقا الان در دو تورنمنت جهانی موفقیت نداشته و متاسفانه اونجا روی صحنه هم که میاد شروع میکنه پرخاش کردن به داوران، اینها چهره زشتی هم از کشور ما و ورزشکارها هم نشون میده. اینها عرض کردن بخشی از همون ضد فرهنگی است که به همراه تبلیغات این نظام متاسفانه در ورزش ما حاکم شده و این مدیرانی که در صورت برای اینکه چند سبایی بیشتر بر کرسی های ریاست تکیه بزنند حتی حاضر هستن همه جور باجی هم به ورزشکاران بدن، هزینه های اینها رو هم از بیت المال تامین کنن، فقط در سودای اینکه احیانا این ورزشکار بتونه مدالی براشون بیاره و اینها در واقع کارنامه قابل ارائه داشته باشن برای حفظ اون کرسی. این دیگه نهایت خفت مدیریت ورزشی کشور ماست که متاسفانه که از بخش هایی است که حقیقتا به قهقرا رفته و دولت آقای روحانی واقعا بخش ورزش رو واقعا زمین زده. هیچ کدام از این دولت های یکی پس از دیگه در جمهوری اسلامی آمدن رفتن کار خوب در ورزش ما نکردن در هیچ زمینه، نه سخت افزاری نه نرم افزاری، اما دیگه دولت آقای روحانی واقعا دیگه ورزش ما رو داره مزمحل میکنه، هم نوع مدیرانی که انتخاب میکنند هم نوع در واقع تعاملشون با ورزشکاران، هم وضعیتی که برای در واقع امکاناتی که در اختیار اینها بود و بدون هیچ مینتیننس هیچ نگهداری و باعث فرسایش و نابودی و زوال این در واقع اماکن و امکانات ورزشی شدند، این ورزش ما رو واقعا در لبه یک پرتگاه قرار داده. البته عرض کردم همون میزان الحراره و آینه تمام نمای وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی رو به اضمحلال رو متاسفانه. من صحبت هم در واقع در اینجا دیگه تقریبا داره پایان میرسه. نمیدونم اگه آقای بهبانی امری ندارید من دست خدمت تو مرخص شم. خدا حافظی بکنید بینندگانید.